درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم در سه‌شنبه 23 اسفند 13 مارس. حمله شورشیان به هیئت حقیقتیاب در قندهار، هیئت دولت که برای تحقیق در مورد کشته شدن 16 غیر نظامی افغان در حمله یک سرباز آمریکایی به قندهار رفته بود، مورد حمله شورشیان قرار گرفت. دو برادر حامد کرزی رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد افغان که در این هیئت بودند آسیبی ندیدند، اما یک مأمور پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. تظاهرکنندگان معترض و نمایندگان مجلس افغانستان خواستار محاکمه علنی سرباز آمریکایی شدند. تظاهرکنندگان در جلال آباد شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. و هشدار آمریکا نسبت به حمله‌های تلافی‌جویانه به دنبال کشتار در قندهار. نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به حالت آماده باش در آمدند. طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا برای مبارزه با القاعده و ساقط کردن افراطیون طالبان از قدرت در افغانستان، حدود 2000 کشته از نیروهای آمریکا و 14000 کشته از غیرنظامیان افغان را بر روی دست دو ملت گذاشته است. هرچند آمریکا طی 10 سال جنگ موفق شد اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده را در پاکستان دستگیر و از پای درآورد، فضا را برای فعالیت زنان افغان باز کند و مذاکرات با عناصر معتدل طالبان برای توسعه یک آشتی ملی را به نقاط امیدوارکننده‌ای برساند، اما رویدادهای این روند را کند کرده و به جایگاه آمریکا در افکار عمومی افغانستان لطمات جدی زده است. بدترین کشتار غیرنظامیان افغان در طول جنگ روز یکشنبه در قندهار رخ داد، جایی که یک سرباز آمریکایی به سوی 16 غیرنظامی افغان شامل چند کودک آتش گشود. حمله در شرایطی انجام شد که از یک ماه پیش به دنبال سوزاندن نسخه‌های از قرآن در پایگاه ناتو در کابل، احساسات ضد آمریکایی در افغانستان به اوج خود رسیده است. مقامات رسمی آمریکا از جمله رئیس جمهوری برای آنچه که اقدامی سهوی عنوان شد عذرخواهی کردند، ولی این تلاش‌ها در آرام کردن اعتراضات و تظاهرات در افغانستان تأثیر چندانی نداشته است. این حوادث می‌تواند به تشدید درخواست‌ها برای خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر شود. تیتر درشت صفحه اول کیهان تهران امروز به تنش‌های اخیر در افغانستان اختصاص دارد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز چنین واکنش نشان داد: در افغانستان شاهد جنایات سربازان آمریکایی نسبت به زنان و کودکان بیگناه و همینطور در پاکستان بودیم. این جنایات چهره این کشورها رو در بین مردم منطقه سیاه‌تر از گذشته خواهد کرد و فکر می‌کنیم این کشورها باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج نیروهاشون از این منطقه اقدام بکنن. بیش از این نفرت ملت‌ها رو نسبت به عملکرد خودشون دامن نزنن. رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز تأسف از این تحولات تأکید دارد تنش‌ها بر تعهد آمریکا به افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. وزیر دفاع آمریکا گفته سرباز آمریکایی مسئول کشتار قندهار در صورت محکوم شدن ممکن است اعدام شود. طالبان تهدید کرده سربازان آمریکایی را گردن خواهد زد. طالبان از این موقعیت به نفع خود استفاده تبلیغاتی می‌کند و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در موقعیت دشواری قرار گرفته است. شخصیت‌های مذهبی در افغانستان می‌کوشند آتش خشم مردم را شعله‌ور نگاه دارند. این جنایتی که علیه کتاب الله صورت گرفت، نه اول است و نه آخر. این ادامه دارد. و ادامه خواهد داشت. چرا ادامه دارد؟ تا که تو را بی‌غیرت بکنه. بنان اگر میخوان از قرآن تان دفاع بکنه. و این برآمدن برآمدن نمیشود. که یک لحظه برای بعد از این باید نیم ساعت سخن بکنه. به همین حیث مسلمان حالی سرد است. انتظار بکشن. خیر است. این سردی هم نبره. ولی بهار که شد بیان یک تعهد بکنی که دیگه باز دیگه در خانه نمیریم. باز مانندی که مصری ها سر سرک ستاده شدن.
مانند سوریه ها که استاد شدن تا امروز استاد شدن. نعره تکبیر. از شما پرسیدیم چرا روحانیون مردم افغانستان را به جهاد علیه سوزاندن غیر عمدی قرآن تشویق میکنند. همونطور که میبینید تا این لحظه اکثریت کاربران فیسبوک افق که در این نظرسنجی شرکت کردن اعتقاد دارن تلاشی است برای بازگرداندن طالبانیسم. گزینه‌های دیگه محکومیت اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان، مقابله با فساد دولت مرکزی، ضدیت با حضور نیروهای آمریکا است. گزینه‌ای که بیشتر انتخاب شده تلاش این روحانیون برای بازگرداندن طالبانیسم هست به باور بخش عمده‌ای از کاربران فیسبوک افق که در این نظرسنجی شرکت کردند. به فیسبوک افق برید در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاه بیاندازیم در هفت پرده به واکنش‌ها به سوزاندن صحوی قرآن در افغانستان. معترضان افغان به پایگاه نظامی بگرام پس از انتشار گزارش‌های از سوزانده شدن چند نسخه از قرآن در این پایگاه. President wrote a letter that was quite extensive about many other subjects in which he did include his expression of condolences and his apology for the inadvertent. باراک اوباما در نامه‌ای به حامد کرزای از سوزانده شدن تصادفی چند جلد قرآن عذرخواهی کرد. اوباما عذرخواهی کرده ولی این عذرخواهی‌های سوری است. این اشتباه نبوده، کار عمدی بوده. شینه دارند دولت مردان امریکا با اسلام. قتل دو مشاور نظامی آمریکایی در ساختمان وزارت کشور افغانستان. طالبان ترورها به تلافی سوزاندن قرآن بود. کشته شدن 9 نفر در یک حمله انتحاری در جلال آباد در شرق افغانستان. طالبان حمله به تلافی سوزاندن قرآن صورت گرفت. شورای علمای اسلامی افغانستان: سوزاندن نسخه های قرآن قابل بخشش نیست. عذرخواهی مسئولان آمریکایی کافی نیست. بازداشت یک سرباز آمریکایی پس از تیراندازی مرگبار به غیر نظامیان افغان. باراک اوباما در تماس با حامد کرزای ابراز ناراحتی عمیق کرد. خب مهمانان امشب افق، آقایان دکتر داوود مرادیان مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان و استاد دانشگاه آمریکایی کابل، آقای مهندس بهرام مشیری پژوهشگر و تاریخشناس از لس آنجلس و آقای دکتر حسن فرشتیان حقوقدان و پژوهشگر دینی از پاریس. درود به هر سه شما، به افق خوش آمدید. آقای مرادیان به کابل بیایم، فضا تحت کنترل، خارج از کنترل به نظر شما، یا ارتباطی می‌بینید بین ماجرای قندهار و واکنش تندروها نسبت به قرآن سوزی در بگرام و کشته شدن چند آمریکایی؟ سلام، شب شما بخیر. اجازه بدید قبل از همه چیز فرارسیدن سال نو و جشن باستانی نوروز خدمت همه فارسی زبانان و نوروز دوستان تبریک و تهنیه درس کنم و یک خبر خوشم با شما و بیننده های شما شریک بسازم که افغانستانی که در رسانه ها به تصویر کشیده شده است انقدر هم منفی نیست. همین شب که ما و شما صحبت میکنیم در چند شهر افغانستان جشن چهارشنبه سوری برگزار میشود و بخصوص در شهر من که از هرات هستم یک جشن مفصل شهروندان هرات و مقامات محلی هرات به دور از هر گونه مشکل و گشت ارشاد برگزار میکنن. پس تصویری که متاسفانه از افغانستان بخصوص بقای اخیر ترسیم شده از توسط رسانه‌های گروهی بخش کوچکی از واقعیت‌های موجود افغانستان نشان میدهد. اوضاع تحت کنترل است، حوادث تلخ اتفاق افتاده است، اما خوشبختانه مردم افغانستان
اکثریت آنها مسئولانه برخورد کردن، نیروهای نظامی افغانستان و سیاسیون افغانستان هم نسبت به این مسئله مسئولانه برخورد کردن. پس او بحرانی که رسانه‌های گروهی بخصوص رسانه‌های منطقه‌ای ترسیم می‌کنند، این بحران در کابل در خیلی از شهرهای افغانستان با واقعیت‌ها بسیار تفاوت دارد. پس ما بیشتر یک بحرانی هست که تشدید شده است توسط رسانه‌های گروهی. آقای مرادیان، بخشی از سخنان یک شخصیت مذهبی افغان، ابو عبیدالله متوکل رو با هم بشنویم. همین چند روز گذشته صحبت کرده و ببینیم این نکته که شما میگید، آیا این گروه از روحانیون هم همینطور می‌بینن تصویر رو؟ که در پارلمان نشستی، در وزارت نشسته شورا داری، آ جناب که در سری ملت حکومت میکنی، تو میدانی ای دشمنای دیرین اسلام، ای دشمنا قصدن این کارا را میکنه، تو را توهین میکنه، قرآن توهین نمیشه، اسلام یک وقت ذلیل نمیشه، اسلام الله عزیز پیدا کرده، یک توده مردم، یک گروه مردم الله ظاهرین علی الحق تا روز قیامت نگاه میکنه، علم برداری امی کتاب و امی نظام آسمانیست، نمیتونه با سوختاندن دو موتر کانتینرها، بستن تمام مطبعه ها قرآن از سینه مردم بیرون بکنه، ایران نمیتونه. و میدانن که به این چیز ما ضرری به اسلام رسانده نمیتونیم، اما عملی را انجام میده در خانه تو، در دسترخان تو، در فرش تو، در بستره تو که تو را رسوا میسازه. آ جناب سردمدارا، یک کمی به هوش بیای، بفهمی که مردم چرا این کار میکنه. 1000 مرتبه بمبار صورت میگیره، آخرین کلماتی که وا به مردم ملت پیش میکنه میگه اشتباه شده، عذری زبانی را پیش میکنه. چطور گپ است؟ ما کدام گپ قبول بکنیم؟ امروزم بهانه جور میکنه، عسکر جدید از امریکا آمده، آشنایی به این فرهنگ افغانستان نداره. آقای مرادیان، شنیدید صحبت آقای متوکل رو؟ ابتدای برنامه بخشی از صحبت آقای عبدالسلام عابد رو پخش کردیم. اینها تعداد زیادی از این شخصیت‌های مذهبی هستن که در اینترنت هم ویدیوها اینها در دسترس هست، در همین روزها دارن این صحبت‌ها رو در افغانستان مطرح می‌کنن. اینا چه گروه از روحانیونی هستن؟ در تلاش هستن چه بخشی از جامعه رو تحریک کنن؟ درست است. ببینید، یکی از نشانه های افغانستان نوین هست که امروز چهره های مختلف سیاسی این حق و آزادی پیدا کردن که علیه حکومت افغانستان، علیه نیروهای خارجی آزادانه صحبت کنند. پس نه تنها ما از این صداها، انتقادها و اعتراض ها نباید نگران باشین، بلکه باید بسیار خوشبخت باشین که امروز یک فضای جدیدی در افغانستان به وجود آمده است که صداهای مختلف می توانند بدور از ترس از حکومت انتقاد کنن از جامعه جانیم. یک نکته دیگه، ببینید چند وقت قبل بعد از حادثه سوزانده شدن غیر عمدی قرآن ها در پایگاه نظامی بگرام، ایده از روحانیون به تحریک دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و حلقات اطلاعاتی پاکستان مردم دعوت کردند به جهاد علیه حکومت افغانستان و همچنین نیروهای خارجی. خب سوالی که اینجا هست، چند درصد از مردم افغانستان به این دعوت جهاد از اونها لبیک گفتند؟ آماری که حکومت افغانستان تهیه کرده است، حد اکثر کسانی که به اصطلاح به خیابان‌ها ریختند در شهرهای افغانستان کمتر از 50,000 نفر بود. پس در یک کشوری که 30 میلیون نفر جمعیت دارد و با بحران‌های مختلف روبرو است، بیرون کشیدن و تحریک 50,000 تظاهر کننده دستاورد کلان نمی باشد. پس ما باید تصویر کلانتر باید ببینیم که آیا ما شاهد یک شورش عمومی هستیم؟ آیا ما شاهد قطع رابطه حکومت افغانستان با جامعه جهانی هستیم؟ آیا ما شاهد قطع رابطه جامعه سیاسی افغانستان، رسانه‌های گروهی افغانستان هستیم؟ خیر. خوشبختانه هم تو که جلوتر است کردم، بحث و سوزاندی شدن قرآن یک عمل بود که احساسات مذهبی و دینی مردم افغانستان جریه دار ساخت، اما اکسال عمل به صورت عمومی یک اکسال عمل مسئولانه بود و ما نشانه های از یک بحران، یک قیام عمومی یا یک جهادی که حلقات میخواهند یک جهاد علیه حکومت افغانستان و یا جامعه جهانی در افغانستان به وجود بیاید، ما نشانه های از یک بحران عمومی نمیبینیم. بله. و تاکید میکنم بیشتر یک اقلی
اقلیت پرسرصدا هستن که باعث شدن که اقلیت پرسرصدا او اکثریت خاموش تحت شوهای خود قرار بدن. آقای فرشتیان شنیدید مطالبی را، اگر تا ابتدای برنامه نکته دارید گوش کنیم. و شما خودتون شخصا به عنوان یک شخصیت روحانی فکر میکنید ریشه مسئله کجاست؟ این تقدسی که در مورد قرآن ازش صحبت میشه که باعث میشه احساسات مردم جریحه دار بشه، این بحث ها مطرح بشه، ریشه‌اش در چیست و در کجاست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیزتون و بینندگان و شنوندگان محترم. در مورد تقدس قرآن، طبیعتاً قرآن به عنوان کلام خدا در دید دین باوران و مؤمنان از نوعی تقدس برخورداره. شما ببینید اصلاً آفرینش های هر موجودی، مهمترین طریقی که اون آفرینش ها بروز پیدا میکنه کلمه و کلام هست، گفتار و گفتمان هست که یک نوع آفرینش انسان هست. در مورد خداوند هم آفرینش او، مظهر آفرینش او کلمه است. حتی در انجیل اولین کلمه که آغاز میشه ظاهرا اینه که در آغاز کلمه بود. عیسی مسیح کلمه خدا نامیده میشه و عرض کنم که به مریم گفته میشه به مریم ما کلمه دادیم. و عرض کنم حدیثی داریم از امام صادق که خداوند تجلی کرده، تجلی الله برای خلقش فی کلامه، در کلام خود خداوند تجلی پیدا کرده. دلیل تقدس قرآن اینه که نشانی از خداست و کلمه است از خدا که بر بشر القا شده. و گمان میکنم در دین، در دید دین باوران این تقدس امری منطبق با واقعیت و حقیقت هست و لذا به کلامی که از منبع مقدسی صادر شده به این کلام با نگاه مقدسی نگاه میکنند، برخلاف سایر کتب آسمانی که معمولاً بعد از دوران پیامبران نوشته شد. مثلا تورات چند صد سال بعد نوشته شد، انجیل شاید حدود تقریباً 70 الی 100 سال بعد از عیسی مسیح نوشته شد، اما قرآن در همون زمان پیامبر شروع به نوشتن شد. این کلمه از همون زمان تقدس و تیمن و تبرکی داشت. اینه که نگاه دینداران به این گفتمان، به این گفتار، گفتاری است، کلامی است که از جانب خداونده برای بشر. و من فکر میکنم متدینین و دین باوران این حق رو دارند هنگامی که احساس میکنند بی احترامی به کتاب مقدسشون شده عکس العملی نشون بدن. طبیعتاً این عکس العمل باید در حدی باشه که با اصول و مبانی اسلام سازگار باشه. منتها در این حادثه اخیر رئیس جمهور آمریکا و بسیاری از مسئولین اونها صریحا اعلام کردند که حادثه غیر عمدی بوده. من گمان نمیکنم که در این حادثه مردم فقط تحت تأثیر سرویس های اطلاعاتی بیگانگان قرار گرفته باشند. فکر میکنم بخشی از اینها ناشی از اعتقادات مردم هست و ثمره عمل کرد خود آمریکا هم هست. شما ببینید جهان غرب و جهان آمریکا یا کلن جهان غرب نگاهی که به اسلام میکنه و تحقیری که نسبت به اسلام و مسلمون ها انجام میده، هرچند امروز من هم شخصا گمان میکنم این کار غیر عمدی بوده، یعنی من شخصا گمان میکنم غیر عمدی بوده و این نکته خیلی نکته مهمیه که رئیس جمهور آمریکا شخصا معذرت خواهی میکنه، این رو باید به فالینیک گرفت. یعنی ایشون هم احساس میکنه که این کار کار زشتی بوده و معذرت خواهی میکنه و این امر مثبت و امر خوبی است. این نگاه شخصی منه، اما نگاه افرادی که در اونجا حضور دارند در مجموعه رفتار آمریکا رو میسنجند. بله. شما ببینید آمریکاییان هنگامی که به افغانستان رفتند یا به عراق رفتند مثل یک کشور تجاوزگر، من معذرت میخوام دارم با صدای آمریکا صحبت میکنم ولی فکر میکنم میتونم این رو بگم، با دیگران با چه نحوی برخورد کردند. ببینید عکس یادگاری میگیرند با جنازه کشته شدگان و در عراق به مسجد حمله میکنند، در مسجد انسانها رو میکشند. یعنی به عنوان یک سپاه فاتح و کشورگشا عمل میکنند. من فکر میکنم باید ریشه رو در جاهای دیگر هم جستجو کرد. یعنی آمریکا و ارتش آمریکا نسبت به تخلفاتی که میشه به نظر من باید به صورت جدیتری برخورد کنه. مسلمانان یک سابقه تحقیر طولانی مدت تاریخی رو تحمل کردند. امروز مردم افغانستان پس از اشغالی که توسط بلوک شرق شده بود سالها چند دهه، حال امروز توسط بلوک غرب، یعنی این مردم احساس میکنن دارن تحقیر میشن، به عنوان انسانهای درجه دوم به اونها نگاه میشه و کشورگشایان حاکم اونها هستند. این من فهم میکنم
این رو باید زمینه کنیم به حوادثی که پیش میاد. متاسفانه در این حوادث هم باز قربانی ها خود مسلمون ها هستند. یعنی از یک سو این کتاب مقدس مسلمون ها قرآن هست که آتش گرفته میشه و از سوی دیگه با کمال تأسف حدود 14 نفر در تظاهرات اعتراضی کشته میشن. باز خود این مسلمون ها کشته دارن میدن برای این کار. من فکر میکنم بخشی با آگاهی بخشی به این مسلمون هاست که عکس العمل مناسبی داشته باشن و بخشی از اون هم مربوط میشه به رفتار دنیای غرب با جهان اسلام، مخصوصا با این کشورهایی که مثل افغانستان و عراق که به اون کشورها رفتن و در اون کشورها رفتاری که با مردم اونجا کردن. من فکر میکنم اینها رو باید با هم سنجید. یعنی حرکت اعتراضی فقط ثمره یک حرکت نیست، ثمره یک تغییر تاریخی یک کشوری است که لشکر خارجی رو به اونجا آورده و با اعتقادات اونها بازی میکنه. شما در همین اروپا ببینید، دیشب در بلژیک یک مسجد شیعیان رو با آتش کشیدن و امام جماعت کشته شد. خب به هر حال این تغییر وجود داره در دنیای غرب نسبت به اسلام و مسلمان ها. من فکر میکنم باید این نگاه تأخیرآمیز به نگاه گفتگو و نگاه تفاهم تبدیل بشه. اگر این نگاه گفتگو و تفاهم بود، چه بسا مسلمانان افغانستان نیز میپذیرفتند از رئیس جمهور آمریکا که این عمل غیر عمدی بوده. بله، البته همونطور که آقای مرادیان ابتدا توضیح دادن، این ظاهرا بخشی از محدود، به تعبیر آقای مرادیان بخش محدودی از جامعه هستن که چون این واکنش‌های نشون میدن، نشون اعتقاد داره که اون فضای کلی که در افغانستان الان شاهد هستیم به زعمشون متفاوت از اون چیزی که رسانه‌ها دارن منعکس میکنن. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته که این اتفاقاتی که میفته رو شکلی ایشون به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته این تمام اون تلاشی نیست که آمریکا داره در افغانستان برای آزادی مردم اونجا انجام داده از دست طالبان و القاعده. ولی برای اینکه برگردیم به بحثی که شما مطرح کردید در مورد تقدس قرآن، آقای مشیری، نکته ای رو که آقای فرشتیان روش انگشت گذاشتن این بود که قرآن در زمان پیامبر نوشته شد، البته طبیعتاً گردآوری قرآن بعداً ده ها سال بعد شروع شد. بفهمید که آیا شما هم همچین برداشتی دارید؟ نگاه شما از بابت مقدس بودن قرآن و به هر شکل بخش عمده ای از این بحث از اونجا شروع میشه که این احساسات مردم به این دلیل برانگیخته میشه که احساس میکنن اهانت شده به کتاب مقدسشون. بله، عرض میکنم خدمتتون که این داستان برمیگردد به اینکه مردم به چه چیزی باور دارن. اینکه قرآن از آسمان آمده است یا نیامده است، عرض می شود که این واقعا بنده گمان نمی کنم چیزی از آسمان بیاید. یعنی در واقع مسلمانان بر این هستند که این آیات قرآنی متدرجن در طول 23 سال از آسمان توسط جبریل آمده است. حالا مهم نیست واقعا آمده است یا نیامده است، که بنده فکر می کنم نیامده است، چون چنین چیزی اساسا غیر ممکنه. اما تا اونجایی که مسلمانان بر این هستن که این کتاب از آسمان آمده است، برای اونها مقدس است، مقدس است. و تصور نمی کنم که در واقع این واقعی هم که اتفاق افتاده است عمدی بوده یا به طوری که اون دوست محترم فرمودن یک طرح و نقشه‌ای برای تحقیر مسلمین، بنده فکر نمی کنم در آمریکا بوده باشد. و یاد داریم که آقای اوباما هم وقتی که رئیس جمهور شدن برای دلجویی از مسلمین، عرض کنم که هر کاری که میسر بود کردند و این وقایع در روزگار جنگ اتفاق می افتد. تخریب مساجد یا سوزاندن قرآن که همونطور که مطلع هستین بر اثر تصادف بوده است. اینقدر هست که اسلام عموماً امروز وسیله‌ای برای ابراز نظر سیاسی و یک پایگاه عقیدتی برای مبارزه شده است و این امروز در افغانستان همون حالتی را دارد که در واقع شیعیان و در اسلام پیراهن عثمان میگویند. یعنی چند آمریکایی بر اثر خطا و اشتباه و جهالت این کتاب رو سوزانیدند و کارگران افغان بودند و طالبانی ها و اون بخش ارتدوکسی که اون همه جنایات رو واقعا در افغانستان انجام میدادند و امروز در اقلیت هستند، این مطلب رو بهانه کردند که وای اسلام ها، اسلام در خطر است، نیروهای کفر به سرزمین ما آمده اند و نه تنها مردمان ما رو میکشند، کتاب مقدس ما رو هم میسوزانند. این است که عرض کنم که این در واقع یک مطلب ایدئولوژیک هست و یک ابزاری در رویارویی با در واقع نیروهای خارجی. حالا برمیگردیم سر این که این داستان واقعا مقدس هست یا نیست. عرض کردم که انسان مدرن تقدسی رو نمیپذیرد. این داستان داستان بسیار قدیم است و عرض شود که فکر میکنم اگر کسی تصور کند که یک چیزی واقعا
از آسمان ها از لوح محفوظ یا چیز دیگری آمده باشد، فکر میکنم که در پیشگاه خرد این پذیرفته نیست. اما باز برمیگردیم به این موضوع که آیا مردم باور دارن که اون مقدس است یا نه. تا زمانی که مردم به تقدس او باورمند هستن، ما مقدس است. دوست عزیز آقای مشیری، این سه نسخه‌ای که ازش بحث هست، سه نسخه‌ای که از قرآن بوده و بعداً بحث‌های زیادی مطرح شده، شاید به نظر میاد از لحاظ تاریخی اولین قرآن سوزی در دوره عثمان رخ میده بعد از اختلافاتی که وجود داشته. توضیح بفرمایید که این مسئله چقدر تأثیر می‌گذاره، درک این مسئله در نگاه شخصی مثل شما در واقع به قرآن. بله، ببینید مسلمین بر این هستن که قرآن داره تاریخ نیست، یعنی همین مطلبی که دوست محترم ما فرمودند و تکیهشون بر این بود که انجیل 100 سال بعد از مسیح نوشته شده، در واقع اون چیزی که این دوست محترم و بزرگوار ما میفرمان این است که کار اونها دارای تاریخ هست، یعنی زمان بری گذشته و تغییرات وارد شده است، اما در کار قرآن هیچ تغییری نیست و این کتاب به همین وجهی که امروز در دست ماست و آیات قرآنی هم رو پشتیبانی میکند، صحیح و درست از آسمان ها به زمین آمده و امروز همون قرآنی در دست ماست که بر محمد نازل شده. در حالی که عرض کنم که کشفیات اخیر، اون نسخه صنعا، چندین هزار نسخ، در واقع چندین هزار اوراق قرآنی که به خط همون روزگار نوشته شده است، پیدا شده است که بسیار تفاوت ها دارد با این قرآنی که امروز در دست ماست. این نسخه که میفرمایید در واقع 40 سال پیش تقریبا در یمن پیدا شده. بله بله، این نسخه یمن است و شاید نخستین، این از اون نسخه های نخستین هست که از سوزاندن تشکیلات در واقع امر عثمان بر کنار مانده و بسیار چیزها روشن میکند. ما امیدوار هستم این نسخه به چاپ برسد و معلوم شود که این داستان تقدسی هم که میگوین اونچنان نیست که ما تصور میکنیم. باری هر کسی برای خود قرآنی داشت، بعد از اینکه رسول فوت کردند، رحلت یافتند، این هست که ما روایات مختلف داشتیم، روایت عبدالله ابن مسعود، ابو موسی اشعری و دیگران. این است که این سبب اختلاف مسلمین بود و عثمان آمده است اینها رو جمع‌آوری کرده و سوزانده و اون نسخه‌ای که میگویند در دست حفصه بوده، دختر عمر و همسر رسول، و آورده است. و داستان‌ها بسیار است، من جمله این که میپرسیده است در واقع با حضور دو شاهد که آیا رسول این را گفت یا نگفت، و اینها رو جمع‌آوری کردن و این قرآن امروزین همون یادگار قرآنی است که هر چقدر که از روزگار عثمان باقی مونده. و چنانچه این کتابی که در دست دانشمندان آلمان هست و فیلم برداری شده و عکس برداری شده است، این نسخه صنعا به ما نشون خواهد داد چه اختلاف ها هست در این دو نسخه، و این در واقع عدم تقدس رو به اثبات میرساند که قرآن هم یک امر زمینی است، از او تاریخ گذشته و از ذهن شخصی گذشته و بر صفحه کاغذ آمده. چون امر عرض میکنم که در واقع هبوط کتاب یا این چنین چیزی از آسمان ها امری محال است، یعنی انسان امروزی چنین چیزی نمی اندیشه. و این پایه و اساس، اتفاقا میخوام خدمت شما عرض کنم که علت این که هیچ تغییری در وضع فقه به عنوان مثال پیش نیامده و هیچ اصلاحی در دین اسلام متاسفانه نشده است، همین باورمندی است به این تقدس و این جمود و این که در واقع یک امر کامل در دست ماست و فقه کامل در دست ماست، و کسی هم که دارای یک چیز کاملی باشد جستجوگر کمال و تعالی نیست. این است که این فقه و قرآن و احکام قرآنی به صورت سنگواره ها، به صورت عرض کنم که اشیاء عتیقه قدیم در آمدن. بله. بدون این که گامی فراتر بروند. این است که این مطالب واقعا وقت بیشتری رو طلب میکنه، اما گمان مخلص خدمت شما آدم زمینی این هست که عرض کنم که تقدسی در چه تقدسی هست در انسان هست و در اندیشه انسان هست و در حقوق انسان هست. هر سبب که این کتاب ها رو دیگران نوشتن و مبتنی بر تورات هست قرآن، یک رونویسی از تورات هست با در واقع بهره گیری از فرهنگ عرب و مبالغ فرهنگ زرتشتی، که این بعد در واقع بسیاری از عادات جاهلی هم در این کتاب هست. این است که بنده تقدسی واقعا شخصا عرض میکنم با عرض پوزش، گمان نمیکنم چیزی از آسمان آمده باشد به جهت خطاها و اشتباهات علمی و تضادهای عجیب که حتی خود آقایان و عرض میکنم مورخین و عرض شود که بزرگان اسلام، فقها نتوانستن اینها رو عرض کنم که توجیهی بکنند به نام متشابهات و محکمات،
و ناسخ و منسوخ و اینها به قدری تضادهای غریب و عجیب در قرآن هست که ناگفتنی است. این است که این کتاب هم مثل سایر کتاب‌ها کاملا زمینی است عزیزم. آقای فرشتیان بشنویم واکنش شما رو. برشک این نکته هم که در مورد نسخه یمن صحبت کردن در صنعا، به نظر میاد که 70 سال بعد از درگذشت پیامبر اسلام نوشته شده و بحث متعددی است که این نسخه بازنویسی شده، بخش‌هایش پاک شده، بعداً نوشته شده، واژه‌ها گاهی تغییر کردن و بعضی از مفاهیم حتی به نظر میاد که برداشته متفاوتی هست. البته نکته‌های بسیاری است که قرآن شناسان در موردش باید بحث بکنن، ولی بشنویم واکنش شما رو در مورد این بحثی که الان آقای مشیری مطرح کردن. عرض کنم که فکر میکنم موضوع بحث در مورد قرآن سوزی در افغانستان و حوادث اخیر افغانستان بود، اما موضوعی که آقای مشیر اشاره فرمودن، موضوعاتی که در مورد اصالت قرآن و تقدس قرآن، اینها من فکر میکنم مقداری خارج از بحث هست. اگه وقت باشه بنده با کمال میل در حدی که توانایی داشته باشم و به ذهنم برسه جواب میدم. و اون نکته که ایشون معتقدند که قرآن تقدس نداره، طبیعتاً نظر شخصیشون محترمه، اما نسبتی که ایشون دادند در دو مورد، یک مورد به انسان در پیشگاه خرد، این مقدس نمیتونه باشه، و مورد دوم انسان مدرن، من فکر میکنم بهتره که ایشون همون نسبت به خودشون بدن، یعنی بگن ایشون احساسشون مقدس نیست. وقتی اگر ما بگیم در پیشگاه خرد مقدس نیست، این معنای جالبی نداره. یعنی مثلا 1 میلیارد انسانی که اعتقاد به این قرآن دارند خردمند نیستند یا انسان مدرن نیستند. تعریف انسان مدرن چیه؟ تعریف خرد چیه؟ اینجور نیست. حالا صرف نظر از همه این بحثا که اگر وقت باشه بنده تمایل دارم ادامه بدیم این بحث رو، اما موضوع اصلی که هست، هنگامی که اگر از نگاه بروندینی به قضیه نگاه کنیم، هنگامی که یک امری مقدس یا غیر مقدس، 1 میلیارد انسان به او اعتقاد دارند و بیش از 1 میلیارد انسان او را مقدس می شمارند، دیگران هم موظفند حرمت این تقدس رو نگاه بدارند. یعنی این که فرضاً قرآن حالا چه تاریخی نوشته شد یا چه تاریخی نوشته نشد، دلیلی بر این نمیشه که ما به این قرآن بی احترامی کنیم و در مقابل بی احترامی قرآن راحت بگذاریم. فکر نمی کنم آقای فرشتیان کسی فکر نمی کنم بی احترامی به قرآن رو، حتی رئیس جمهور هم که خودتون هم صراحت اشاره کردید، آقای مرشدی هم گفتن، کسی بی احترامی به قرآن رو درش تردید نداره که تایید نمی کنه. اصلا بحث ما این نیستش. بحث بر سر این هست که میزان دریافت مردم، میزان دریافت جامعه از قرآن با توجه به اون تقدسی که هولوشن کتاب شه گرفته چقدر نزدیک به واقعیت هست، چقدر این فاصله‌ای که از واقعیت ممکن داشته باشه موجب شرایطی رو ایجاد بکنه که افراطیون سوء استفاده بکنن از این عدم درک درست از این متن کتاب. در واقع بس بر سر این هست. در مورد استفاده افراطیون از محتوای کتاب، طبیعتاً شما در مورد هر امر مثبتی می‌بینید به گونه‌ای سوء استفاده از اون امر مثبت میشه و عملی است. اما در مورد تغییراتی که در فقه و در دین انجام میشه، من نکته رو اشاره کنم که آیات فقهای ما به آیات بسیار کمی از قرآن استناد میدن. یعنی اینجور نیست اگر در مورد فقه اشکالی باشه باز به آیات قرآن بر نمیگرده و آیات قرآن محدودی هستن. اصلا فقهای ما تقریبا بیشتر از این که با قرآن سر و کار داشته باشند با منابع دیگری سر و کار دارند، حالا حدیث هست، اجماع هست و مسائل دیگری که با اونها سر و کار دارند. اما در مورد این تقدس قرآن، من فکر میکنم امری که اکثریت بشریت به اون اعتقادی داشته باشند و ایمان داشته باشند، باور داشته باشند، این نوع خود به خود نوعی تقدس آفرینه و حرمت اون لازمه. شما حتی در مناطقی که ما بریم بشریت به شیء دیگری اعتقاد داشته باشند، باز احترام و حرمت گذاری به اون امر لازمی است. البته ایشون در صحبت‌هاشون اشاره کردن، من مجبورم در این فرصت کوتاه اشاره کنم فقط به مطالب ایشون که گفتند. آنچنان که دوستمون گفت طرحی برای تحقیر مسلمان‌ها، من چنین چیزی نگفتم، نگفتم طرحی برای تحقیر مسلمان‌هاست، و نظرم هم گفتم که فکر می‌کنم نظر رئیس جمهور آمریکا درسته و غیر عمدی بوده، نظر شخصی من اینه. اما گفتم با توجه به این سوابقی که پیش اومده و نگاه تحقیرآمیزی که به مسلمان‌ها شده، من فکر می‌کنم این نگاه تحقیرآمیز در عکس العمل مسلمان‌ها تأثیر داره. بدون شک
تحریکات خارجی و سوء استفاده از احساسات مسلمان ها هم در این زمینه توسط خود مسلمان ها انجام میگیره. شاید در این قضیه طبق نظر برخی حتی پاکستان نیز پشت قضیه باشه، یعنی حتی اصل قرآن سوزی رو در هنگامی که پست سربازها عوض می شده انجام گرفته و شیوه اون کار و بعد استفاده ای که طالبان می تونند از این قضیه بکنند در این شرایط کنونی و احساسات رو علیه آمریکایی ها تحریک بکنند، اینها نشون دهنده سوء استفاده است که از یک امر مقدس و امر به خودی خود مورد انتقادی میتونه قرار بگیره. من فکر میکنم تنها راهش این نیست که اینجا به مسلمان ها توجه بشه و به مسلمان ها گفته بشه شما عکس العمل نشون ندهید، بلکه از اولیه بنده این بود که یعنی باید دو جانبه کار کرد. از یک طرف مسلمان ها باید عکس العمل خردمندانه نشون بدن، نه اینکه با عکس العمل خود 14 نفر خودشون کشته بشن، و از طرف دیگه غربی ها هم در نگرششون به اسلام که باید به نظر من به عنوان یک دینی که مورد اعتقاد بیش از 1 میلیارد انسان هست توجه کنن و این احترام رو اونها هم بگذارن، که همینجور که شما هم اشاره کردید آقای رئیس جمهور آمریکا محترمانه با این قضیه برخورد کرد که این جای سپاسگزاری داره. و آقای فرشتیان، خودم میخوام صحبتتون قطع میکنم. بحثی که مطرح کردن آقای مشیری، دوست دارم خیلی کوتاه اگه میشه توضیح بفرمایید در مورد نسخه های متفاوتی که از قرآن وجود داره و این بحث برشک مهمی است که به این بپردازیم، چون این نکته رو در مورد مثلا انجیل شما به صراحت گفتی که نسخه متفاوتی از خیلی منو پذیرفتن. چرا در مورد قرآن این پذیرفته نشده که نسخه های متفاوتی وجود داشته و احتمال این هست که این نسخه ها در واقع تفاوت هایی داشته و همین بحثی که گفتیم در دوره عثمان قرآن های دیگه سوزانده میشن برای اینکه به یه نسخه واحدی دست پیدا بکنن، و این مطلبی که الان در مورد قرآن صنعا بحث شد که تفاوت هایی هست، مثلا بحث نمیدونم فرشتگان یا حوری در واقع در بهشت که میگن این در واقع لحاظ ترجمه و برداشتهایی که بوده اشاره به انگور بوده. بحث من در واقع این هست که چرا به این سمت نمیریم که نگاه کارشناسانه داشته باشیم نسبت به، چرا این سوال ها رو نمیخوایم پاسخ بدیم؟ بحث این نیست که بخوایم ما تقدس قرآن زیر سوال ببریم، ولی چرا این سوال ها در واقع باش برخورد کارشناسی نمیشه؟ مطلبی که شما میگید کاملا صحیحه و پرسش بسیار زیبا و بجایی است و این سوال ها باید به صورت کارشناسی باش برخورد بشه و به نظر من انسان ها باید، دیگران منتقدین باید آزادی کامل این حرف هاشون رو بزنند و متدینین اگر جوابی دارند جواب بدن و اگر جوابی ندارند سکوت کنند. من فکر می کنم این مطلب درسته که اینها قابل بحث و قابل بررسی است. در مورد ترجمه های قرآن و عباراتی از قرآن که شما اشاره کردید گاهی به معانی مختلفی ترجمه میشه، شاید اصلا این کلمه برای درک بشر بوده، یعنی هر بشری به اندازه توانایی خود از او برداشت میکنه و هر عصری و هر نسلی بر مقتضای تفکرات خیش برداشت میکنه. طبیعتا امروز برداشتی که ما در قرن 21 از قرآن داریم با برداشت کسانی که در اون زمان از قرآن داشتند یکسان نیست. یک اصول کلی و اصول اصلی اخلاقی در قرآن وجود داره که اینها اصول ثابت تاریخی هستند. اینکه ظلم بده این قابل تغییر نیست، اینکه سرقت بده و اینکه راستگویی خوبه، این اصول کلی طبیعتاً اصولی است که در طول تاریخ در بطن قرآن نهفته است. اما برخی از حکایت‌های تاریخی قرآن طبیعتاً بستگی به طرز تفکر مخاطبین داشته. همونجور که عرض کردم اینها کلمه خدا بوده، فتلقا آدم، این تلقا یعنی ملاقات کرد، ملاقات کرد با کلمه خدا. در ملاقات فرق میکنه با آموختن. ما در یه آیه قرآن داریم علم آدم، علم آدم الاسما، آدم اسما رو آموخت، که خداوند می آموزد به آدم به عنوان سمبول پدر بشریت یک چیزها رو آموخت، اسما رو آموخت.
اما در مورد کلمه که قرآن هم کلمه است و انجیل و تورات هم کلمه محسوب میشن، اینها تلقا است، یعنی محل ملاقات، قرار ملاقاتی است بین انسان و اون کلام، و در این ملاقات هر کسی به قدر توانایی خیش و با پیش داوری های خیش و با پیش ساخته های ذهنی خیش و با فرضیه های خیش به همون مقدار از قرآن میتونه بهره مند بشه و به همون مقدار ترجمه میکنه، تفسیر میکنه. در مورد این جمع آوری قرآن هم طبیعتاً تفاوتی که با سایر کتب آسمانی داره، مخصوصا این سه کتاب در حقیقت انجیل و تورات و قرآن، که این تفاوت هم طبیعی است، یعنی بشریت رشد کرده، چند صد سال گذشته، در عصر موسی چند صد سال بعد نوشته میشه، و دلیلی که گفته میشه که این تورات اصلا همه تورات کلام موسی نیست، چون مثلا ما در این تورات داستان فوت موسی رو داریم، حکایت هایی مثل حکایت فوت موسی، یعنی یاران موسی بعد از چند صد سال این رو نوشتن. در مورد انجیل هم تقریبا حدود حالا 70 سال 100 سال بعد نوشته شد، و باز در انجیل هم به گونه تاریخی انجیل ها هم متفاوت هستند. یکی از این انجیل ها بیشتر برای غیر مسیحیان نوشته شده که بیشتر به معجزات عیسی اشاره میکنه، بله. و دو انجیل دیگه باز بیشتر به تاریخ اشاره میکنه. در مورد قرآن، از همون زمان پیامبر یه دی مأمور کتابت شدند. شاید این رشد طبیعی تاریخ بشریته، یعنی در زمان پیامبر یه دی کاتب بودند، می نوشتن قرآن رو، و پس از پیامبر اینها نسخه های مختلفی رو در خونه هاشون داشتن، و تقریبا میشه گفت بلا فاصله پس از پیامبر خلیفه ثانی بود که برای اولین بار به خلیفه اول پیشنهاد کرد که این قرآن ها رو ما جمع جور کنیم. افراد قرآن های مختلفی نزدشون هست. اینکه قرآن های مختلفی نزدشون هست به این معنا نبود که قرآن های مختلفی وجود دارد. من اینجا مجبورم از نگاه درون دینی بحث کنم. از نگاه درون دینی، یعنی اون خلیفه اول، خلیفه دوم و بعد خلیفه سوم و سایر متدینین، این گونه فکر نمی کردند که قرآن های مختلفی در خونه افراد وجود داره، بلکه این گونه فکر می کردند که افراد به گونه های مختلفی این قرآن رو نوشتند، این باید بیاد جمع آوری بشه. در مورد یمن اتفاقا یکی از دوستان محقق و اندیشمند من حدود 10-20 سال پیش رفته بود یمن و توضیح میداد در رابطه با وزارت خارجه کاری داشت و در نهایت به کتابخانه اونجا میرفت و توضیح داد نسخه های بسیار خطی در بین اعراب بادینشین وجود داره، نسخه هایی که حتی در کتابخانه یمن خاک میخورد که اینها رو بخشش رو میبرن در ایران و اونجا به صورت میکروفیلم در میارن، نسخه های کتب خطی مختلفی. من عرضم اونه که در اون زمان پس از پیامبر اون نسخه هایی که وجود داره و امروز هم برخی از این نسخه ها کشف میشه، طبیعتاً قرآن هاییست، یعنی یادداشت هاییست که افراد به عنوان کلام خدا یادداشت کردند. اما اون چیزی که مسلمین تقریبا همه متفق هستند اینه که در زمان خلیفه سوم همین قرآن به شکل کنونی جمع آوری شد و حالا با شهود و با سایر مسائل این قرآن رو در همین بای بسم الله تا سینه و ناس تا اول تا آخر این مورد اتفاق قرار گرفت، یعنی همه مسلمانان، دین باوران اون روز که حالا باز از نگاه درون دینی در بین ما مسلمان ها، در ما شیعیان مثلا معتقدیم که امام اول ما این رو تایید کرد، در همون زمان جامعه اهل تسنن هم معتقدند که خلفا و صحابه اولیه پیامبر این رو تایید کردند، بنابراین امر متفقی بین مسلمان هاست. آقای مشیری بشنویم نظر شما رو، مطالبی که عنوان شد. خیلی ممنونم. عرض می کنم که دفاعی که ایشون در میاد، صحبت بر سر چیز دیگری بود، به این حوزه آمد. دفاعی که این هموطن بسیار بسیار محترم ما میکنه همون سخنان 1500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه اجازه بده عرض کنم خدمتشون، انسان مدرن چه انسانی است؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بنده کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانی است که بعد از قرنها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن، بیدار شد و دست اولوالامر رو، یعنی دست ما بعد و طبیعه رو از زندگی خصوصی مردم کنار زد. اون انسان، انسان مدرنه، و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود. اما شما نگاه کنید به قرآن، انسان دارای هیچ حقی در قرآن نیست.
چون سخن به این حوزه رسید عرض میکنم. یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته، مال او رو، جان او رو خریده، به او بهش فروخته. انسان فقط دارای تکلیف هست، هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن. من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین، مخالفین عقیدتی هست، 531 آیه در واقع در تحریض به قتل مخالفین و غارت مخالفین هست. ما در قرآن در واقع انسان انسانی است خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف، انسان فقط داره تکلیف است. یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد، فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است. انسان بودن این چیزهاست که قبول نمی‌کنه. متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جامدی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا یتغیر و لا یتبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها، تا فقط کاری که انسان میکند میتواند تکالیف انجام بدهد، آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت برود. یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدرن انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق و حقوق انسانی، که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست، یعنی حق بیان داره، حق انتقاد داره، حق تشکیل دستجات داره، حق مسافرت داره و تمام این حقوق، حقوق انسانی، اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع و اسلام به خصوص و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره. یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300-1400 سال پیش، چون در دو قرن اول قرن کشتار و غارت مردمان بود، یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در تحریض به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود، که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده، گفت همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون تصور نکنه من اینجا کروات دارم نشستم، حالا فرض کنید از اون فکولیا هستم که ایشون فکر میکنن. در این کتاب مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب توحشت هست، کتاب بیم هست، و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن غارت بود و مدینه بزرگترین محل برده فروشی بود، یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرمی که اینها مسلمان نبودن میگرفتن، به زنجیر میبستن، با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین. در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست، یک آیه در باب کار نیست، یک آیه در باب تجارت نیست، در حالی که 531 آیه در تحریض به قتل و کشتار هست. اینها هم در واقع اون چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زبر آمدن، اینا همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله، گفتن بزرگترین مآخذ فقه، به قول فرنگی ها میگن جورس پرودنس، این کتاب الله، خیلی خوب، کتاب خدا. بعد گفتن سنت رسول. بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاهه، چیزی از این نیست. آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست. نمیدونم کسی دستش برید دستش ببرید، کسی کش گردنش رو بزنی، نمیدونم 100 تا شطور بدید. از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره عرض میشه اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانن فقهای بزرگ، مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها، بتوانن یک چیزای استخراج بکنن که بشه به جامعه مدرن باش اداره کرد. امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس است، چون تقدس در ذهنه. اما اگر ما بخوایم این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است، اینها چنین چیز رو بنده قبول ندارم، انسان مدرن هم عرض کردم قبول ندارد، به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره. شما برای اینکه به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید، از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید، ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست. در واقع ما آدم‌های مسلمان به مدت 1400 اندی سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای معرفی کردی یک گام جلوتر نهادی، هیچ تغییری، هیچ در واقع پیشرفتی، هیچ امر متعالی و هیچ گونه اصلاحی در اسلام عزیز، به واسطه این که اسلام تنها دینی است که گفته است که حتما اینها حرف خداست و حتما هم از آسمان آمده،
دیگران چنین سخنها نگفتند. در واقع همونطوری خودشون فرمودند، مثلا داستان تورات به طوری که ما فهمیدیم و گفتن 750 سال بعد از موسی خاخامای یهودی اون رو نوشتن. یا فرض بفرمایید که انجیل رو عرض کنن که شاگردان مسیح به هم نامه ها نشن جمع آوری شد. تا این درجه در واقع باور به این که این یک چیزی است از آسمان ها آمده و نمیشه در واقع در اون اصلاحی کرد، این سبب گرفتاری و بدبختی و درماندگی مسلمانان جهان هست. شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید، شما در واقع اهمیت یک اثر، یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید. شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان؟ وجود نداره. یک جامعه آزاد مسلمان، یک کشفی، یک چیزی، حالا نفرمایید بگید ابن سینا، چون یه دوره بوده بر اساس ترجمه های یونانی و شما در واقع مشیدی نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی، چون چیزی که میگید ظاهرا تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان. نه عزیزم، بله ما داریم صحبت خودمان میکنیم، چون صحبت از موقع قرآن هست. عرض کردم قرآن بسیار کتاب مقدسی است، به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس. ما چون برای انسان ها ارزش قائلی و انسان ها به خاطر انسان بودنشون محترم هستن، عقاید اونها هم محترم هست. اما این که ما اصرار ببرزیم که این فقه عالی ترین و بالاترین و کاملترین و جامع ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو عزم میکنم که تضمین میکند و رستگاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدند که اسلام عزیز که کامل تن جامعه تن بیاد، این سخن باطلی است. عرض بنده این هست. بله. و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبور هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا، چون همه چیز از آن اوست و ما به او از او آمدیم به او بار میگردیم، بنابراین سبب شده است که در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته. یعنی در واقع با یک حالت انفعالی و پسیو ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر سایه یک آدم هوشیار و آدمهای هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون بره. بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق و این هم چیزهای آسمانی است. خب نمیدونم ازدواج با دختر 9 ساله و عرض میشه وقت خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستان ها، همه اینها رو ما به عنوان کتاب های اقوال آسمانی پذیرفتیم، اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم از زمینی هم زمینی تر هست. این بود که عرض کردم. بله. که اجازه بدید انسان مدرن قضایا رو نمیپذیره. آقای فرشتیان، البته متاسفانه ما از ابتدا برنامه تلاش کردیم ارتباطمون با آقای مرادیان در کابل برقرار بشه، متاسفانه مشکل ارتباطی داشتیم، ایشون رو نتونستیم از نظرشون در طول برنامه استفاده بکنیم. وقتمون خیلی محدود است آقای فرشتیان، مطلبی دارید در ارتباط قطعا بشنویم. و شاید پرسش اساسی این هست که آیا کانون، شاید اون چیزی که آقای مشیری میگه این هست که مؤمنی که پرسشگر نیست، یعنی اون اتفاقی که ما در افغانستان هم اگه بخوایم باز برگردیم بهش، کسی است که تحت تاثیر یک شخصیت مذهبی در اون کشور قرار میگیره و میتونه به راحتی تحریک بشه دست به کشته شدن، یعنی به مرگ خودش و حتی کشته شدن دیگران بزنه به خاطر اینکه فکر میکنه احیانا یک کتابی در یک جایی ممکنه یک بخشش سوخته شده باشه. مثلا میخوام سوال شما رو متوجه نشدم. سوال بر سر دقیقاً سوال بر سر این بود که آیا پرسش اینه که آدم مؤمن، فرد مؤمن، مشکل اونجایی پیش میاد که پرسش نمیکنه نسبت به باورهایی که پذیرفته؟ بله. ببینید، من فکر میکنم بخشی از این مسئله این هست، یعنی الان مطالبی هم که آقای مشیری اشاره کردند، یعنی انباشت یک مطالبات و یک پرسش هایی است که پاسخی داده نشده و احیانا هم اگر این پرسش ها شده با زبان بدی با اینها پرسش ها نگاه شده و عوض این که به این پرسش ها پاسخ داده بشه، خیلی از این موارد ما پرسش کننده رو متهم کردیم. یعنی این ظرفیت ها بوده که پاسخ داده بشه و طبیعتا علمای دین این وظیفه رو برای خودشون قائل بودند که پاسخ این مسائل رو بدن و جای خود پاسخ داره. که در مورد عکس العملی که مسلمان ها نسبت به این حادثه نشون میدند، من فکر میکنم بخشی از این عکس العمل همونجوری که قبلا اشاره کردیم ناشی از سوء استفاده دیگران هست، ولی بخشی از این عکس العمل هم طبیعی است. یعنی انسان های احساس میکنند به امری که اونها مقدس میپندارند، امری که در نظر اونها مقدسه، توهین شده و راه این کار این نیست که ما این امر مقدس رو بگیم حالا مقدس نیست.
جایش به نظر من در دو امر دیگری نهفته است. ببینید ما در زندگی اصلا از فضای دینی بیایم بیرون، در فضای برون دینی بعضی از امور رو ما به نوعی براشون تقدس قائل میشیم. مثلا برای خاک کشورمون تقدس قائل میشیم. گاهی برای یک وجب خاک هزاران نفر کشته میشن و امری است که تقدسی برای اون قائلیم، برای ملک خودمون، برای خونه خودمون، برای یک سری حریم‌هایی برای خودمون قائلیم. به این حریم‌ها اگر تجاوز بشه ما مقاومت میکنیم، این طبع بشره. حال برای اینکه جلوی این عمل گرفته بشه و این جنگ ها پیش نیاد، به نظر من عوض اینکه ما تقدس زدائی بکنیم و احیانا بگیم نه، به مردم بگیم اینها مقدس نیست، دو راه دیگه وجود داره. یک راه اینه که ما حریم ها رو مشخص تر کنیم، یعنی مرزها رو مشخص تر کنیم. ببینید فرض بفرمایید گای گفته میشه محارب با خدا، کسی که با خدا جنگیده. در این حوادث اخیر ایران مثلا گفتن اینهایی که اومدن تو خیابون میگن رأی ما کجاست، یه وقتی اعلام کردن اینها محاربند. آخه این که میگه من رأیم کجاست چه ربطی داره با جنگ با خدا؟ و ما یعنی حریم محارب با خدا رو بالا بردیم و این حریم رو انقدر بزرگ کردیم که کسی کوچکترین انتقادی بکنه او رو محارب و یا مرتد اعلام کردیم. بنابراین مسئله اول این که این حریم ها مشخص بشه، مرز ها مشخص بشه، تعریف بشه. و مسئله دوم اینه که ما در هنگامی که اختلافی ایجاد شد اونجا بتونیم اختلافاتمون رو بین خودمون با زبان دیگری حل کنیم. در همین اختلافات مرزی دو کشور ما نمیتونیم بگیم مرز کشور حالا مقدس نباشه، چند وجب خاک ارزشی نداشته باشه. نه، اولین کار حریم و مرز هر کشوری مشخص بشه. این مرزها و حریمها باید مشخص بشه و مرحله دوم وقتی این حریمها و مرزها رو مشخص کردیم، طبیعتاً در مورد تجاوز به این حریمها نمیشه ساکت نشست. اما اینکه چگونه عکس العمل نشون داده بشه، این رو میشه تعریف کرد. امروز در مورد کشورها مثلا سازمان‌های بین‌المللی وجود دارند برای این کار، که دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارند. در مورد اهانت به حریم‌های مقدس که حالا مورد بحث طبیعتاً قرآنه، همین مسئله است. یعنی ما این حریم‌ها رو باید مشخص کنیم مرحله اول. بله. و مرحله بعد فکر می‌کنم با توجه به سابقه تاریخی که داره، اگر در اون سابقه تاریخی ما زبان گفتمانی داشته باشیم، هیچگاه چنین حادثه‌ای پیش نمیاد. مثلا اگر خادم مسجدی هنگام نظافت مسجد جاروبرقی و آتیش بگیره و مقدار قرآن بسوزه، قاعدتا کسی او رو متهم نخواهد کرد که شما قرآن سوزی کردی و تظاهراتی را بندازند. بله. یعنی میخوام بگم اون سوابق هم در ذهن انسان تأثیر میگذاره. من آخرین نکته که عرض کنم، ظاهرا بله شما، یعنی من وقتم رو به اتمامه. بله. و طبیعتا حق داری چون وقت کمه. من سعی میکنم خیلی خلاصه جواب بدم. مطالبی که آقای مشیری فرمودند خب قابل بحث هست. طبیعتا شما از من این سوال رو نکردید، سوال دیگری کردید، من سوال شما رو جواب دادم. حالا اگر وقت هست راجع به اون مطالب جواب بدم یا بخشیشو جواب بدم. اگه میتونید خیلی کوتاه در یک دقیقه، چون وقتمون خیلی محدود است آقای فرشته. بله در یک دقیقه. این که عرض کنم سعی میکنم در یک دقیقه، خیلی مشکله به 10-20 سوال در یک دقیقه جواب دادن. اما ظاهرا قرآنی که دست من و دست ایشون هست یه مقداری تفاوت‌هایی داره و چون در قرآنی که من باش سر و کار دارم طبیعتا در مورد تجارت هم اشاره شده، ایشون اشاره کردن مثلا آیه در مورد کار نداره، در مورد تجارت نداره. اون قرآنایی که ما داریم میخونیم آیه در مورد تجارت داریم، چندین آیه داریم در مورد کار داریم. و مهم باز این نکته نیست، مهم اینه که قرآن کتاب کار نیست، کتاب تجارت نیست، کتابی است اومده به انسان بگه انسان فقط به اینجا نچسب. یعنی اومده ارزش‌های متعالی اخلاقی رو بگه. و اون نکته‌ای هم که اشاره کردن در مورد اینکه قرآن همش تکلیف میگه، نه اینجور نیست. قرآن اومده برای کرامت انسان، لقد کرمنا بنی آدم، به کرامت ذاتی انسان اشاره میکنه. بله. و انسان رو به ما هو انسان، یعنی صرف نظر از اینکه مؤمن کافره، این انسان رو برای او کرامت قائله. اون چیزی که ما در عمل میبینیم به نام اسلام انجام میگیره، طبیعتاً این یک تفسیری از اسلامه. ما نمیتونیم این عملکرد مسلمونها رو امروز، عملکرد حکامی که امروز به نام اسلام حکومت میکنند رو به نام اسلام بگذاریم. شما ببینید در همین دهه های اخیر حوادثی که بله
عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم چون وقتم واقعا رو پایان هست. آقای مرادیان فرصت خیلی کوتاهی دارین در این پایان وقتی که دارین، بفرمایید که سوال آخر و خیلی کوتاه این که اون چه که الان میبینیم روحانیونی که افراد رو در افغانستان تحریک میکنن برای اینکه دست به این اقدامات بزنن، چه ارتباطی با حوزه های علمیه در کشورهای همسایه دارن؟ آقای فرشته اشاره کردن به پاکستان، آقای شما هم چنین چیزی رو تایید میکنین؟ بدون شک ما دو همسایه داریم، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، که دوی همسایه یک نظام های سیاسی ایدئولوژی محور هستند و ایدئولوژی و اسلام ایدئولوژی شده ابزار سیاست خارجی تهران و اسلام آباد می باشد و ملاهای که در افغانستان هستند اکثر قریب به اتفاق از اونا یا ملاهای سنی مذهب و یا ملاهای شیعه مذهب با کمال تاسف تبدیل شدن به ابزار در دستگاه سیاست خارجی ایران و پاکستان. سپاسگزارم از شما آقای مرادیان، عذر میخوام که ارتباطمون با شما قطع بود، محروم شدیم از وجود شما به طور جدی در طول برنامه، ولی از هر دو شما تشکر میکنم، آقای بهرام مشیری و آقای فرشتیان، برای شرکت در این برنامه. بحثی که قطعا ما در طول هفته آینده دنبال خواهیم کرد، بحث بسیار مهم و احتیاج به وقت بیشتر داره قطعا. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. مهمان‌های فردای ما آقایان محمد تحوری، حسن دایی و احسان مهرابیان هستند. موضوع برنامه پرسش از رئیس جمهور. تا افق چهارشنبه.